و اما نسبت به اون سوال دومش که من به اندک حرفی اندک مشکلی دوچار چی تشویش و استراب و نگرانی میشم خب علت های مختلف داره جناب حسینی عزیز برخی از علت ها اللطا، علت های عقیدتیه یعنی عقیده از نظر عقیده انسان دوچار مشکله اگر انسان بگه که الهی انا عبدك الضعیف الفقیر المسکین المسکین من فقیرم من ناتوانم تو قادر متعالی تو هر چی که برای مم. ما رقم بزنی ما هم رو چی میکنیم میپذیریم با جان دل فعلا، فعلا. که یکی از صفات و القاب سامن الحجج علی ابن موسا رضایه این رضا فعلا. کسی که راضیه با آنچه که خدای تبارک و تعالی برایش چی کرده مقدر کرده اگر انسان عالمه در محضر خدا ببینه همه چیز را ببینه خدا میبینه خدا بالاخره بهشتی داره جهنمی داره حسابی داره کتابی داره این بالاخره یک مقدار آرام به اندک چیز دچار استراب نمیشه یعنی متوجه میشه که در کوهی از مشکلات و گرفتاری ها خداوند قهار بزرگ رؤوف مهربان مهربان تر از مادر در کنار ازی است و دستش یعنی دست قدرتش بالای سر ازیه و مانند کوه پشت ازی سر ازی چی شده استاد شده خویی دچار تشویش نمیشه ولی اگر کسی اعتقادی به قیامت نداشته باشه به زندگی نداشته باشه زندگی پس از مرگ منظور باید تمام دنیا رو چیز بدونه خب معلوم داره سی ثروتش از دستش بره دو چهار تشویش میشه امکاناتش از دستش بره دو چهار پس اولین کار باید ما اعتقادات خود چی کنیم درست کنیم اگر عالم محضر خدا بدانیم البته سخته یعنی قبی که ما فعلا میگیم شاید شعار بیش نباشه ولی بالاخره هر چی که اعتقاد انسان قرصتر و محکمتر باشه خب همو رقم انسان دچار استرس و استرابم نمیشه نکات دوم جناب حسینی عزیز و بزرگوار برخی از کمبودهای ویتامین ها و مواد مغذی در بدن ما باعث چی بشه استرس میشه و با باعث استراب بشه طبیعی است ساختار وجودی انسان اگر یک چیز درش کم باشه یک اتفاقی برای بدنش ممکنه چی باشه بیفته, پس بنابراین بهتر است این که انسان اعتقادات خودش رو درست کنه به تغذیه خودش انسان برسه و از همه مهمتر جناب حسین زندگی امروز فعلا زندگی چی شده ماشینی شده باید سپورت و ورزش و پیاده روی و تحرک باید حتما در زندگی ما باشه همین خودی ورزشکارا میگن و روانشناسا میگن و فیزیولوژیست ها میگن می که انسان وقتی که ورزش میکنه در داخل بدنش یک هورمون ترشح میشه این هورمون شادی آفرینه شاد میکنه انسان بله بله. هیچ کار نکرده انسان فقط یک ورزش کرده سپورت شده اما هورمون ترشح میشه انسان چی میشه شاد میشه بله. یک طور دیگه هم بگیم اگر انسان به بدنش استرس و استراب فیزیکی ایجاد کنه یعنی سپورت کنه یعنی بله بله. استرس و استراب و تک دوی. فیزیکی باعث از بین رفتن استرس و استراب, استراب معنوی و فکری میشه نکته دیگر هم که ممکنه وقت داشته باشه بیده بله. دیگر هنوز که چاری نشای جوان ما بشنه و این اول برای با خودم میگم این که انسان عزیز خواب خودش رو تنظیم کنه امه. چقدر خوب بعض شهرهای ما داخل کشور که میری مثلا صبح ساعتی شش بجه پنجونیم بجه بازارا باز است صبح امه. بله, بله. باز شلوخ این بسیار خب ارزشمنده، شب, شب, شب هم آفتاب غروب، آره. بازارا بسته میشه، خیلی که دیر طرف خو و ساعت نو خب خوشه. اصل سنت پیغمبر هم همین بوده دید. سنت پیغمبر بر مبنای طبیعته، بانه. مبنای طبیعت یعنی این یعنی شما وقتی که غروب، آفتاب میشه، این نماز خفتنی که برادران سنت و جماعت داره، نماز خفتنه، یعنی بانه. نماز بخوان دیگه چی شو خوشو. خب قطعا این وقتی بعد از نماز خفتن یک غذای مختصری میخوره میخوابه خب قطعا از اون طرف شاید قبل از اذان صبح چی شوه بیدار شوه اگر قبل از ذوال صبح بیدار نشه از آن صبح بیدار میشه نماز خودش رو میخونه میره دنبال کار کاسبی خودش و از طرف ما روایات زیادم هم داریم که بین طلوع این نباید انسان چیکونه بخواب یعنی بین طلوع فجر و طلوع چی آفتاب که تقریبا حدود 1 یک یک ساعت مم. را 1 ساعت و 135 دقیقه داخل طلایی هم هست وقتی خیلی طلاییه حتثه هوشی یا بله ذریه هوشی بالا میره و انسان بسیار خوب میشه روایت داریم میگه که در این تایم روزی تقسیم میشه کسی که خوابه به روزی هم روزی خزل خزل و نمی و نمی و کم روزی هم. میشه بنا به این نکات اگر انشاءالله رعایت کنه قطعا استرس و استرابش چی کم بره. میشه بنابرای.